سلام و عرض ادب خدمت دوستان و همراهان عزیز. بنده ملکوتی هستم و هر روز در این کانال آموزش ها و راهکارهایی رو برای حل مشکلاتتون برای شما عزیزان به اشتراک میذارم و روش های باطل کردن سحر و جادو هم برای شما عزیزان آموزش خواهم داد و کلیپ امروز هم در مورد باطل کردن جادو هست. یک دعای باطل سحر قوی میخوام به شما معرفی کنم که بسیار مجربه و بارها نیز به نتیجه رسیده. البته راهکارهای ساده تری هم برای باطل کردن سحر و جادو وجود داره، ولی بنابر درخواست شما امروز اومدم یک راهکار تخصصی به شما عزیزان معرفی کنم. دوستانی که اولین باره که ویدیوهای ما رو میبینن خیلی ممنون میشم که کانال ما رو سابسکرایب کنن و زنگوله اعلان هم فعال کنن که هر موقع ویدیو آپلود میکنیم مطلع بشه. خب عزیزان من، این دعایی که مشاهده میکنید یک دعای کاملا قرآنی و رحمانی هست جهت باطل کردن انواع سحر و جادو. برای انجام دادن این دعا باید در ساعت سعد یا در ساعت شمس اقدام کنید. هم میتونین با قلم مشکی بنویسین و هم با گلاب و مشک و زعفران، ولی بنده چون با قلم مشکی نوشتم گفتم که داخل ویدیو واضح باشه عکس دعا، چون با جوهر روحانی که مینویسی یه مقدار کم رنگ میشه. بعد از اینکه این باطل سحر رو نوشتین، باید این باطل سحر رو داخل یک کاسه آب بندازین و تا 7 الی 14 روز هر صبح مقداری از آب دعا رو به دست و صورتتون بزنید. اگر هم حس میکنید که توی منزلتون سحر و جادوی وجود داره، میتونید 4 گوشه منزل هم از آب دعا بریزید. نحوه دیگه استفاده این باطل سحر به این صورته که با آب این باطل سحر تا 7 بار غسل کنید، بستگی به میزان و شدت جادویی داره که براتون انجام دادن. اگر جادویی که روی شما هست و سنگینی شما زیاده، بنده توصیه میکنم که این باطل سحر رو با گلاب و مشک و زعفران بنویسید و تا 7 بار هم باهاش غسل کنید. توجه کنید که وقتی دارین غسل میکنین آب این دعا به داخل فاضلاب نره، چون حروف قرآنی روی این باطل سحر هست. همینطور که مشاهده میکنید میتونید یک وان داخل حمام زیر خودتون قرار بدین که آب دعا داخل فاضلاب نره. و روش قبلی هم که گفتم خدمتتون که با آب این دعا رو به دست و صورتتون بزنید، اونم روش خوبیه و نتیجه میده. اگر هم برای کسی میخواین باطل سحر رو انجام بدین توی منزل و میخواین که اون شخص ندونه که برای شما باطل سحر انجام دادین، میتونین یک مقدار از آب این باطل سحر رو به لباسهای طرف بپاشه. این روش هم خوبه. و اینکه برای گشایش بخت دختران هم این دعا خوبه، چون اکثر دخترانی که بخت و اقبالشون بسته هست ممکنه که سحر و جادو داشته باشن یا سنگینی توی زندگیشون باشه. این باطل سحر هم برای اونا خوبه، جواب میده و بارها هم به نتیجه رسیده. خب اکثر دوستان سوال میکنن که بعد از اینکه دعا رو انداختیم داخل کاسه آب و انجام دادیم، این کاغذ دعا رو چیکار کنیم؟ خب عزیزان میتونید بعد از اینکه کاغذ دعا خشک شد بذارینش لای کتاب قرآن و یا اینکه روی کمد یک جای بلندی باشه که وقتی رفت آمد میکنید سایتون روش نیفته، چون که گناهه. و اینکه
بعضی از دوستان سوال میکنن که ما شک داریم که سحر و جادوی توی زندگیمون هست، آیا این دعا رو انجام بدیم یا نه؟ دوستان عزیز، این دعا همینطور که مشاهده میکنید کاملا قرآنی و رحمانی هست و اگرم سحر و جادوی توی زندگیتون وجود نداشته باشه، این دعا رو انجام بدین هیچ مشکل و گرهی براتون ایجاد نمیکنه. فقط قبلش مطمئن بشین، حالا سر کتاب استخاره است، هرچی است مطمئن بشین بعد انجام بدین. و در مورد دوستانی که میخوان مراجعه کنن و شرایط انجام دادن این دعا رو نداشتن، میتونن به شماره واتساپ ما پیام بدن. آدرس کانال های تلگرامی و پیج های اینستاگراممون هم داخل قسمت توضیحات براتون مینویسم. عکس واضح این دعا هم توی کانال تلگراممون براتون به اشتراک میذارم. دوستان عزیز، یک کانال تلگرام هم ایجاد کردیم که داخل اون کانال هرز و انگشترهای زنانه و مردانه به اشتراک میذاریم. خیلی ممنون میشم تو کانال جدید ما هم عضو بشین. یک توضیح هم در مورد انگشترها بگم خدمتتون. انگشترهایی که توی اون کانال قرار میدیم هم از نوع موکلدار هستند و هم از نوع شرف و شمس که به صورت انگشتر یا گردنبند برای شما عزیزان تهیه کردیم. کسانی که مایل بودن سفارش بدن میتونن با شماره واتساپ یا آیدی تلگرام ما در ارتباط باشن. بازم ممنونم که وقت گذاشتین و تا اینجای ویدیو همراه بنده بودین. خیلی ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنید، چون با لایک کردن میتونید از ما حمایت کنید. دوستانی هم که کانال ما رو ندارن، خیلی ممنون میشم که عضو بشن داخل کانال ما و زنگوله اعلان هم فعال کنن که هر روز از ویدیوهای ما مطلع بشن. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون.